جما مشروع اخبار کشته شدن 16 تن از نیروهای سپاه و حزب الله در حمله هوایی اسرائیل به سوریه یک گروه ناظر بر تحولات سوریه چهارشنبه 24 دیماه اعلام کرد در حمله هوایی احتمالی اسرائیل به اهدافی در استان دیروزور واقع در شرق سوریه دستکم کم 16 نیروی نظامی سوری و شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند خبرگزاری رسمی سوریه سانا بامداد چهارشنبه گزارش داد که جنگنده های اسرائیل مناطقی در دیروزور و بوکمال در شرق سوریه و نزدیکی مرز عراق را هدف قرار دادند. طبق این گزارش، مقامات نظامی در حال بررسی خسارات و تلفات این حمله هستند. در همین زمینه، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز گفته است در این حملات 16 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اضافه کرده جنگنده های اسرائیلی در 18 حمله هوایی دو پایگاه در شهر دیروزور و پایگاههایی در بوکمال را هدف قرار دادند. طبق این گزارش در این حملات 5 سرباز سوری و یازده نفر دیگر از جمله از نیروهای سپاه پاسداران حزب الله عراق و تیپ فاطمیون کشته شدند لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغان است که در جریان جنگ داخلی سوریه از سوی سپاه پاسداران به این کشور اعزام شدند هنوز منابع مستقل گزارش دیدبان حقوق بشر را تأیید یا تکذیب نکردند. ارتش اسرائیل نیز تا زمان انتشار این خبر واکنشی به گزارش حمله هوایی به مواضع شبه مورد حمایت ایران در شرق سوریه نداده است چهارشنبه هفته گذشته نیز اسرائیل مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در جنوب دمشق را هدف قرار داد از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل صدها حمله هوایی و موشکی به خاک سوریه انجام داده که هدف آنها را تلاش برای تضعیف نیروهای ایرانی و حزب الله در نزدیکی مرزهای اسرائیل عنوان کرده اسرائیل حضور و نفوذ ایران و همپیمانان ترک در سوریه را برای امنیت خود خطرناک می‌داند و مقامات این کشور می‌گویند که حملات هوایی این کشور به سوریه باعث کاهش تحرکات و حضور ایران در منطقه شده است. توییت فارسی مایک پومپئو ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در آخرین روزهای کاری خود در چند رشته توییت به همراهی ایالات متحده با مردم ایران اشاره کرد و در یکی از توییت ها به فارسی نوشت ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. از رسشن به 23 در حساب توییتری خود نوشت ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. ما سرکوبگران آنها را تحریم کردیم ما حقیقت را در مورد وحشیگری رژیم ایران افشا کردیم ما رژیم را از پولی که میتوانست برای حمایت از تروریسم استفاده شود محروم کردیم بدون شک فشار حداکثری کارآمد است وزیر خارجه آمریکا در یک توییت دیگر به اقدامات دولت آمریکا برای مقابله با ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت برای نخستین بار وزارت خارجه آمریکا قضات و دادگاه های انقلاب را به خاطر نقششان در زندانی کردن معترضان تحریم کرد و آمریکا خواستار آزادی این گروگان ها شد آقای پومپئو عکس زندانیان سیاسی در ایران شامل نسرین ستوده بهنام محجوبی سبا کردفشاری و آتنا دائمی را همراه این توییت منتشر کرد وزیر خارجه آمریکا همچنین در یک توییت دیگر نوشت وقتی رژیم مردم ایران را در خیابان ها میکشد معترضان برای ما مدرک میفرستند و ما برای اینکه جهان ببینند آنها را پخش میکنیم ما قاتلان آنها کسانی که آنها را بازداشت میکنند و قضات فاسدی که در دادگاه های جلی علیه آنها حکم میدهند را تحریم میکنیم آقای پمپئو در یک تویت دیگر با اشاره نگاه دولت ترامپ گفت که ایالات متحده بین مردم ایران با رژیم رادیکال اسلامی تفاوت قائل است مردم ایران این شکنجهگران را انتخاب نکردند این مردم لایق سرنوشت بهتری هستند کازم صدیقی به دروغگویی درباره جسد مصباح یزدی اعتراف کرد در پی اعتراض های گسترده به ادعای کازم صدیقی که با حکم علی خامنه ای به سمت امام جمعه موقت تهران منصوب شده او ادعای خود درباره کرامت مصباح یزدی را پس گرفت و عذرخواهی کرد صدیقی روز سهشنبه در مراسم ختم مصباح یزدی در مسجد جامعه قلحق گفت ما چقدر کوتاه فکر می کردیم و کرامت آقای مصباح را ما چه می دیدیم که اینجور فضایی هم ایجاد شد او با اعلام اینکه آن مطلب خیلی دقیق نبود چون شاید آن قصال هم خیلی دقیق نبود ادامه داد اعلان شرمندگی و انفعال دارم صدیقی تاکید کرد شاید آن قصال هم به دلیل اینکه محبتی داشته است برایش توهمی پیش آمده و ما اشتباه کردیم که آن موضوع را به عنوان کرامت نقل کردیم پیشتر صدیقی در یک برنامه تلویزیونی از کرامت مصباح یزدی پس از مرگ سخن گفت و به نقل از قصال جسد او اضافه کرد که این جسد هنگام قسل چشمهایش را باز کرد و یک مهربانانه کرد و فوری دوباره چشمهایش را بست صدیقی همچنین گفت که مصباح یزدی زمان مرگ خود را نیست پیش بینی کرده بود در واکنش به این اظهارات حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتی خواستار بررسی موضوع شد و نوشت اگر این قصال اظهارات کازم صدیقی را تکذیب کند باید صدیقی برای بررسی بیشتر فراخوانده شود همچنین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آنچه یکی از خطبای شناخته شده درباره کرامات مرحوم آیت الله یزدی در درباره پیشگویی زمان رهلت خود و طلب مغفرت برای دیگران با باز کردن چشم خود در حین قسل داده شدن گفته ربطی به معارف اسلامی ندارد او مسئولیت این خطای راهبردی را بر عهده مسئولین صدا و سیما دانست و خواستار جلوگیری از تکرار این قبیل زایع آر شد همچنین این اظهارات صدیقی موجب موجی از واکنشهای تنزالود در شبکه های اجتماعی شده و بعضی به تنه گفتند که ممکن است مسباح یزدی را زنده به گور کرده باشند همچنین برخی چشم باز کردن مصباح یزدی را چشمک که او به قصالش توصیف کردند این اولین بار نیست که برخی از روحانیان ایران درباره مقام های حکومتی افسانه سرایی می کنند چند سال پیش محمد سعیدی امام جمعه قم در یک سخنرانی جنجالی نقل قولی ادعایی را از خواهر علی خامنه ای رهبر ایران در مورد یا علی گفتن خامنه ای در لحظه ی تولد مطرح کرد که موجی از واکنش ها را به دنبال داشت مایک پومپئو یافتن اسب تکشاخ راحتتر از پیدا کردن میانه رو در ایران است وزیر خارجه ایالات متحده از سیاست خارجی که بخشی از حکومت ایران را میانه رو میخواند و در پی عادیسازی روابط با آن است انتقاد کرد و گفت در واقع پیدا کردن اسب تکشاخ راحتتر از این کار است مایک پومپئو روز سهشنبه 23 دی در رشته تویت هایی در واپس این روزهای دولت دونالد ترامپ بار دیگر از سیاست واشنگتن در برابر ایران و خروج از توافق هسته دفاع کرد و هشدار داد که توافق بعد بدتر از عدم توافق است او عکسی نیز از حجوم دانشجویان پیرو آیت الله خمینی به سفارت آمریکا در سال 1358 منتشر کرد و نوشت که از نگاه دولت ترامپ رژیم ایران مجموعی از ایدئولوگ‌های افراطی است که از سال 79 تا کنون شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند. آقای پمپئو در دفاع از تحریم‌ها و سیاست موسوم به فشار حداکثری بر ایران نوشت که نادیده گرفتن ترور و موشک‌ها و مسیر واضحی که رژیم ایران به سمت دستیابی به صلاح هسته‌ای طی می کند آمریکا را به خطر میاندازد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرده که دولت ترامپ به همین خاطر راه تقابل با حکومت ایران را در پیش گرفت. تویت دیگر وزیر خارجه آمریکا به تاثیرات اقتصادی تحریم بر جمهوری اسلامی پرداخته و میگوید که به خاطر تحریم ها بودجه نظامی ایران امسال 24 درصد کاهش یافته است. به گفته ای او ایالات متحده بیش از 1500 شخص و نهاد ایرانی را هدف تحریم قرار داده و جمهوری اسلامی را از دسترسی به 70 میلیارد دلار باز داشته است که صف تروریسم موشکای بالستیک و برنامه هسته‌ای ای میشد آمریکا در چهار سال ریاست جمهوری ترامپ فشار شدیدی را به ایران وارد آورد و با خروج از توافق موسوم به برجام تحریم های سنگینی علیه تهران وضع کرد اما جو بایدن وعده داده که اگر ایران به تعهدات هسته پایبند باشد ممکن است دولت او نیز به توافق وین باز خواهد گشت با این حال آقای بایدن گفته که مذاکرات دشوار خواهد بود